الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطن فطر الخلائق برحمته ونشر الرياح بقدرته وابتدى بالصخور ميدان الذكر ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وما بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته جنب الأبي أصغر بر سورة جانان خندد جاله بر چهره و این غنچه گریان خندد تا که افزون نکند داغ علی اکبر را تشنه لب از غرزان برزخ جانان خنده شد کباب از اثر خنده او قلب ربا طفل شش ماه که دیده است به میدان خنده هدفش بود در آغوش پدر جان دادن چون علی دید که شد مشکلش آسان خندد یارب این تیر سه شعبه چه به اصغر گوید که چنین از ره تحقیق به پیکان خندد میهمان بود علی اصغر و عطشان جان داد سنگ دل حرمله بر قربت مهمان خندد سوخت از آتش بیداد حسان آل خلیل پس از این گل به گلستان به چه عنوان خندد اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين تعجيل در فرج آقای امام زمان برآورده شدن حوائج عاقبت به خیری شفای همه بیماران حاضرین در مجلس ملتمسین دعا بیماران سرطانی
سلامتی خود و عزیزانمان، شادی روح اموات، علل خصوص گذشتگان از جمع حاضر، صلوات قرای خط بفرمایید. بعضی از اعتبارها و حیثیتها و ارزشهایی که ما در این دنیا برای چیزها قائل شده ایم، این اعتبارها بعضیاش حقیقی و ذاتی هست، بعضی از این اعتبارها حقیقی و ذاتی نیست، بلکه اعتبار دهنده می خواهد که به آنها اعتباری دهد و ارزشی دهد. آن چیزهایی که در این دنیا ارزش حقیقی ندارند و اعتبار دهنده باید به آنها اعتبار دهند، بستگی به اعتباریه که اون واضع برای آنها قرار داده است، قیمت و بها و ارزش پیدا می کنند. یک برگه، یک کاغذ هیچ ارزشی به اون صورت از نظر مالی و مادی در دنیا ندارد، اما این برگه، این کاغذ، این ورق ممکن است ارزش پیدا کند به اون ارزش دهنده و اعتبار دهنده و واضع اون برگه یا اون ارزشی که برای اون برگه قائل شده است. یه اسکناس هیچ ارزشی نداره، یه برگه است، یه کاغذه. ارزش را دولت یا یک مؤسسه مالی، یک ارگان مالی اون بها را به اون میدهد و اون قیمت رو براش قرار میدهد. اینا ارزش های حقوقی ندارن، ارزش هایی که اعتباری دارن، بستگی به واضع است، بستگی دارد به واضع، بستگی دارد به افرادی که به اون برگه چگونه، به اون چیز، به اون حیثیت، به اون شیء چگونه نگاه بکنند و بنگرند. بعضی از چیزها در دنیای ما هیچ گونه ارزشی ندارند، ارزش رو ما بهش داده ایم، نزد خداوند اینها هیچ ارزشی ندارند. یه آیه هست در قرآن، خداوند تبارک و تعالی همه شما هم در مراسم مذهبی خودتون، در مصیبت ها، در از دست دادن فقدان و فقدان عزیزی، این رو میخوانید و به زبان جاری میکنید: الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. آقا امیر مؤمنان یه تعبیر دارن از همین انا لله و انا الیه راجعون، یک تفسیری دارن از این آیه کریمه. ممکن است من و شما تفسیرمون چه باشه؟ یک تفسیر بسیار سطحی، یک تفسیر بسیار مختصر، و تفسیریه که به اون صورت خیلی با واقعیت سازگاری نداشته باشه. واقعیت این است که امیر مؤمنان میفرماید انا لله و انا الیه راجعون، یک اقراره، یک اعترافه. وقتی میگوییم انا لله، حضرت میفرماید انا لله اقرار بالملکیه و انا الیه راجعون اقرار و اعتراف است بالهلاک. انا لله، شما اعتراف داری میکنی که وابسته به دیگری هستی و کسی دیگری مالک شماست. در این جهان هستی و در این دنیا محدوده ملکیت من و شما در سه بُعد خواهد بود. سه چیز ما در این جهان داریم: یک، این جهان آفرینش و هستی; دو، من انسان; سه، آن چیزهایی که به من انسان، به من مرتبط است و وابسته به من هست، اون ثروت ها، اشیا، اون اندوخته های من و شماست. اگر نسبت به هستی بنگریم، واقعا باید انسان اعتراف کنه که نسبت به جهان آفرینش و هستی هیچ گونه اختیاری نداره. هر اندازه هم که انسان قدرت پیدا بکنه، هارون رشید کسی بود که نگاه میکرد به ابرها، نگاه میکرد به آسمان، رو میکرد به این ابرها، میگفت شرقی غربی اینما تمترین فخراجکی لی. آی ابرها، غرب بروید، شرق مشرق زمین بروید، غرب بیایید، هر جای این دنیا ببارید، بزرگترین مستعمره از آن من، از آن من است، بزرگترین امپراتوری از آن منه. فاینما تمترین فخراجکی لی، هر جا ببارید که مالیات و بازده اون زمین از آن منه، محصولات از آن منه، مالک آنها من هستم. کاخی داشت این هارون در بغداد به نام کاخ سبز. دیدید دیگه، این کاخ کرملینه، کاخ سفیده، هر یکی کاخهای خودشو به نامهای مختلف
خلاصه نامگذاری میکنه. یک کاخی داشت به نام کاخ سبز، القصر الاخضر، در این منطقه گرین زونی که هست الان در بغداد، بر دجله این کاخ و قصر هارون بود. شعرها وارد می شدن پس از تمام شدن این پروژه و ساخت این کاخ به هارون تبریک و تهنیت می گفتن. شاعری وارد شد به نام ابوالعطاهیه، گفت نیامدی به ما تبریک بگی؟ این کاخ رو ما ساختیم، همه آمدن تبریک و تهنیت گفتن، شاد باش گفتن، شما چرا نیومدی؟ گفت دو بیت شه برای این کاخ سرودم، انشالله مفید واقع بشه. عشق زندگی کن، حیات داشته باش، سود ببر، استفاده کن. عشق ما بدالک سالمن فی ظل شاهقت القصوری. آقای هارون زندگی کن، در سایه این کنگره ها، در سایه این کاخ به سلامتی و خوشی زندگی بکن. اش ما بدالک فی ظل شاهقت القصوری یجبا الیک بما اشتهیت فی الصباح و فی البکوری. آقا هر چیزی که اراده بکنی برای شما می آورن، در اختیار شما قرار میدن. اما این یه بیت، گفت به باریکلا چه شعری سرودی. گفت بیت دوم، گفت اما فاذا النفوس تقعقعت فی ضیق حشرجت صدوری. آن زمانی که نفس به تنگ آید و به این گلو برسد، اینجا برسد، فاذا النفوس تقعقعت فی ضیق حشرجت صدوری فهنالک تعلم فهناک تعلم موقنا ما کنت الا فی غروری. اونجاست که پی میبری هر چیزی که در این دنیا تصورشو میکردی، خیال میکردی، همش وهم بود، همش غرور بوده، خیال میکنی مالک این دنیایی. بعد آقای هارون اون زمانی که بهش پزشکش خبر مرگشو داد، گفت تا ساعت دیگر بیشتر زنده نخواهی بود و ساعت دیگر از این دنیا میروی، رو کرد به خدا، گفت یا من یدوم ملکه ارحم من لا یدوم ملکه یا من قد زال ملکه. ای خدایی که مالک جهان هستی هستی، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ای خدا به من رحم کن، ملک تو دوام داره، ادامه پیدا میکنه، ازلیه، ابدیه، اما ملک من پایان پذیر است و از بین رفت. ما اخنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، تمام این سلطنت من از بین رفت. ملک ما و مالکیت ما در این دنیا در سه بعد ممکنه باشه. یک، تو جهان هستی. اگر از جهان آفرینش و اینا میخواییم بنگریم، من و شما هیچ ارادهی در این جهان هستی نداریم. لشمس و یم بخیله ها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار. هیچ کدوم از هم دیگه جلو نمیافتن، سبقت نمیگیرن، نه خورشید به ماه میرسه، نه ماه به خورشید میرسه. خدا میفرماید شما میتونید تغییر حرکت بدید، اینها رو جابجا بکنید؟ لشمس، حتی خورشید و آفتاب هیچ اراده ای نداره. لشمس یم بغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و السماء مطویات بیمینه. همه چیز در دست قدرت خداست. یسالونک عن الجبال، از پیغمبر پرسیدن آقا کوه ها چه هستن، کجا هستن، حقیقت کوه ها چیه، این چه مخلوقیه، چه موجودیه. خداوند پاسخ داد به پیغمبرش، یسالونک عن الجبال قل ینصفها نصفا و یذرها قاعا صفصفا. این کوه با این عظمت، خداوند همه اینا رو از بین میبرد، فرا میرسه زمانی که خداوند تبارک و تعالی رو میکند به چند فرشته و ملائکه‌ای که باقی موندن تو این جهان هستی،
جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیه السلام که با احترام باید نام ایشون رو یاد کنیم و رابطه خوبی داشته باشیم با عزرائیل که خود عنایتی بکنه لحظه جان دادن، رو میکند چه کسانی باقی ماندن، چه کسی مانده است؟ همه ملائکه پاسخ میدن، این ملائکه که باقی ماندن، حمله عرش، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، عزرائیل، همه اینو فقط ما کس دیگری نمانده. رو میکند خدا به عزرائیل که جان آنها را بستان، سپس خود خداوند تبارک و تعالی جان عزرائیل را میستاند و از بین میبرد. رو میکند به تمام آنهایی که معدوم شدند، خدا صدا را می آفریند از نو. لمن الملک اليوم، ملک از آن کیست؟ مالک کیست؟ قرآن، آیه قرآن. لمن الملک اليوم، خدا میپرسه، هیچ کس در این جهان نیست، کسی نیست که پاسخ دهد. خود خدا صدا را می آفریند و پاسخ میدهد بعد از 10,000 سال. در حدیث است 10,000 سال طول میکشه بعد خود خدا پاسخ میدهد لله الواحد القهار. ملک از آن خداست. پس ما در جهان هستی هیچ اراده ای نداریم، بر خودم هم هیچ اراده ای ندارم. آن زمانی که میخوان قبض روحم بکنن، اومدن نزد امام حسین، دهه محرم، حدیث از امام حسین بگویم، اومد نزد امام حسین گفت یا ابن رسول الله، انا رجل عاصم ولا اقدر ولا املك نفسي، من انسان گناهکاری هستم، هیچ اختیاری هم ندارم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، اراده خودم به دست خودم نیست، اراده ای ندارم، اراده آهنینی ندارم، تصمیم نمیتونم بگیرم، چگونه خود را کنترل کنم؟ امر کنید، ارشاد کنید، راهنمایی کنید، گناهکارم، چه کنم دیگه نزدیک گناه نشم، اسیان نکنم. حدیث امام حسین تو دهه محرم به درد من و شما میخوره. حضرت فرمودن چند تا کار بکن، اگر اینا رو تضمین کردی برو گناه انجام بده. افعل 5 اشیاء و اذنب ما شئت، 5 کار کن، اگر این 5 کار رو انجام دادی، یکی از این 5 کار رو تونستی انجام بدی، هر گناهی خاصی انجام بدی برو انجام بده، مرتکب هر گناهی خاصی بشو بشو. 1، اخرج عن ملک الله و اذنب ما شئت، از ملک هستی، از ملک خدا، از محدوده خدا، منطقه خدا خارج شو، بیرون برو، هر گناهی میخوای انجام بدی برو انجام بده. اخرج عن ملک الله و اذنب ما شئت. 2، لا تأکل من رزق الله و اذنب ما شئت، از رزق و روزی خدا نخور، هر گناهی میخوای انجام بدی انجام بده، روزی از آن خداست. اذا اتاک ملک الموت فادفعه عنک و اذنب ما شئت، اگر ملک الموت آمد، عزرائیل آمد، از خود دورش کن، هر گناهی میخوای انجام بدی انجام بده. بعد اگر خازن جهنم و دوزخ آمد تو را وارد جهنمت کنه، وارد جهنم نشو، اختیارش داشته باش، بعد نماشد. مالک خودم نیستم، مالک چیزایی که دارم هم هستم یا نه، این دیوان، این ساعت، این عباس، این پیراهن، این لباس، مالک این ثروت ها و اندوخته های خود هستم یا نیستم، هر اندازه ای که میخواد باشه، کم باشه، زیاد باشه، اندک باشه، مالک اونم نیستم. چرا؟ میگن ملکیت حقوقی، بله از نظر دنیایی بهش اعتبار میدن، از نظر قانونی، از نظر شرعی من یک محدوده، یک اختیاراتی دارم تا زمانی که زنده هستم، 120 سال پس از زندگی در این دنیا، 120 سال، 150 سال، کم، زیاد، بیشتر، کمتر، همینا، پس از اونها هیچ اختیاری دیگه ندارم مگر به اندازه 1/3 که برای اونها وصیت بکنم. مالک اندوخته های هستم، خودم هستم به اندازه 1/3، اما ملکیت من اعتباریه، نه حقیقی. اگر میخواد ملکیت حقیقی باشه، میفرمایند باید 2 تا کار در مملوک خودم انجام بدم. کار اول این است که، خصوصیت اول این است که ویژگی های این مملوک خودم رو، من مالک این آبم،
یه سری ویژگی های داره این آب. از ویژگی های این آب این است که سیراب میکند. میگن اگر مالک حقیقی این آب هستید، حالا این آب، این محدوده این آب بله، اما کل آبای دنیا، اگر مالک حقیقی این آب ها باشم، باید بتوانم این ویژگی سیراب کردن این آب رو، این که خصوصیتی داره مردم رو سیراب میکنه، این ویژگی رو ازش سلب بکنم یا بهش اضافه بکنم. میتونم شاید محدود در یک محدوده ای بتونم یه لیوانه، یه مخزن آبی، یه کاری انجام بدم، اما کل آبای دنیا رو میتونم سلب بکنم؟ نمیتونم. سوزان بودن آتش رو میتونم ازش سلب کنم؟ سوزان بودن آتش رو در یک محدوده شاید، اما آتش به ما و آتش، همه این نار رو میتونم سلب کنم؟ سوزان بودنش رو، گرم بودنش رو نمیتوانم. اما خداوند تبارک و تعالی میتواند، و آن کسانی که ارتباط دارن با خدا و خدا بهشون اجازه داده و اذن داده و قدرت داده و توانایی داده. امام حسین روز عاشورا اون فرد اومد که عرض کردم، گفت حسین جان میبینی این آبها چگونه دارن حرکت میکنند و جاریست این رود؟ از این آب نمینوشید که تا وارد جهنم شوید. به امام حسین طعنه زد، زخم زبان زد، اهانت کرد، تحقیر کرد، توهین کرد. آقا امام حسین یه چیز فرمودن، اللهم اقتله عطشا، خدایا این فرد را از تشنگی بمیران، تشنه بشه. میگن تا یه روز، این دو سه روزی که زنده بود، هر اندازه ای که آب میخود سیراب نمیشد، آنقدر آب نوشید تا از بین رفت. این سیراب بودن آب، سیراب کردن آب از اون سلب شد، سیر نمیشد، تشنگیش برطرف نمیشد. آتشی که سوزان است، ابراهیم رو انداختن در آتش، خداوند تبارک و تعالی این ویژگی سوزان بودن این آتش رو ازش سلب کرد. یا یک محدوده ای که با منجنیق پرت کردن ابراهیم رو، فرسخا، هیزم و چوب تهیه کرده بودن برای سوزاندن ابراهیم. خداوند فرمودن یا نار بوده باش بردن و سلامن علی ابراهیم. یک ویژگی اول رو، یک کاری که باید بتونم انجام بدم، این که ویژگیشو بتونم سلب کنم یا اضافه کنم. دو، هر زمانی اختیار این مملوک خودم را داشته باشم و کسی نتواند آن را از من جدا کند. پس از مرگ لباسهای خودم، ساعت خودم، اون چیزایی که دارم، هر چیزی که بهش علاقه دارم، همه اون رو دیگران میان از من جدا میکنند و من هیچ اختیار دیگه ندارم. پس مالک اینها هم نیستم. یه سری اعتبارا هست، اینا اعتبارای غیر حقیقیه. یه سری اعتبارا هم هست، اینها ذاتیه و حقیقیه. اعتبارهای ذاتی و حقیقی فرق نمیکنه، چه در این دنیا باشه چه در اون دنیا باشه، اینا همراه اون شیء هست. زوج بودن عدد دو، در این دنیا زوج است، در اون دنیا نیز زوج است، یک فرد است در این دنیا و در اون دنیا. ارزش بودن انسان صادق، صداقت، راستگویی در دنیا ارزش داره، در اون دنیا هم ارزش داره، بری مریخ هم ارزش داره، بری یک کهکشان دیگه هم ارزش داره، شجاعت ارزش داره. دروغ بد است، نیرنگ بد است، در دنیا بد است، در اون دنیا هم بد است. اینا یه سری چیزایی که ارزش های حقیقی داره. بعضی از این ارزش ها ذاتیه در وجود انسان، خداوند تبارک و تعالی در وجود انسان نهاده است، معدن وجودی انسان موجود می باشد. الناس که الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، انسان ها معادن هستن، معدنه، توی این معدن این ارزش ها نهاده شده است، انسان باید استخراج شد. یه سری از ارزش ها هستن، اینها اکتسابیه، ذاتی میشه بعد اکتسابیه، با خودم میتونم کسبش کنم در این دنیا، در اون دنیا همراه خودم ببرم. چیزهایی که اعتباریه در دنیا اعتبار حقیقی نداره، با خودت نمیتونی اون دنیا ببری. مملوک خودت رو، املاک خودت رو، اندوخته های خودت رو، اون دنیا هیچ سودی نمیتونی ازش ببری. ببری همراه خودت اون دنیا، ببری پول و منال و همه این چیزها، ثروت خودت رو ببری، میتونی ببری؟ بله، دفع میکنم به خاک میسپارم همراه انسان، اما اون دنیا هیچ سودی برای من نداره، چه استفاده تو اون دنیا ازش نمیتونم ببرم.
اما یه سری چیزا هستن اینا همراه انسان خواهد بود. علم، دانش، اخلاق پسندیده است، ایمان کسب کردن در این دنیا، این جزء لاینفک من میشه در اون دنیا و همراه من خواهد بود. این میتواند در بعد مثبت باشه، در بعد منفی هم صادقه. برای کسب این چیزها انسان راههایی رو باید بپیماید، باید در یک محیطی قرار بگیره که اون محیط انسان ازش بتونه کسب کنه، اکتساب بکنه، به دست بیاره، تحصیل بکنه و اثر بذاره، اون محیط مؤثر باشه و اثرگذار باشه. در چه محیطی من قرار میگیرم؟ آی مردم، دوست و همنشین واقعا اثرشو میذاره. میتونم من یک ارزش خوبی رو به دست بیارم، چیز با ارزش خوبی رو به دست بیارم، ممکنه یه چیز بدی رو به دست بیارم و تحصیل کنم در کنار یک همنشینی که قرار میگیرم. گلی خوشبوی در حمام روزی، شعر سعدی همه حفظی، رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. دکتر قاسم رضا، پزشک اطفال مشهدی خراسانی، ایشون این اومده این اشعار رو به یک زبان دیگه آورده چون مناسبت داره با دهه محرم، اینو عنوان میکنم خدمتتون. مهر آقا سید الشهدا رو به زبان می آورد و شعر می سراید. شبی در یک عبادتگاه مهری، زیاری با صفا آمد به دستم. بدو گفتم شبی در یک عبادتگاه مهری، زیاری با صفا آمد به دستم. چو گل بوییدم و بوسیدم او را، که از بوی دلاویز او مستم. بگفتم از کدامین خاک پاکی، که دل ای مهر بر مهر تو بستم. بگفتا تربت پاک حسینم، که بر دامان احسانش نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. عزیزان، با هر که شما رفت آمد بکنی، همنشین باشی، با دوستان مؤمن، با این چهرهای ایمانی، در یک محیط دینی بیای شرکت بکنی، خودت، فرزندت، جوانت، آی جوان، اثرشو میذاره. میگه خودتو معرفی کن، میگه دوستو به من بگو کیه، دوستت کیه تا خودتو معرفی کنم. از دوست اون فرد رو میتونی معرفی کنی. با چه کسی رفت آمد میکنی؟ با خاندان نبوت هستی، در زمره آنها هستی، با محمد و آل محمد هستی، با کی هستی؟ وقتی که برش نماز میخونه، نماز میت، اون روحانی یا هر کسی که نماز میت میخونه، میاد چی میگه؟ اللهم احشره مع من کان یتولاه و یحبه. خدایا این میت رو با اون کسی که در دنیا باش محشور بده، اون دنیا باش محشور کن، همراهش باش، کنارش باش. خدا روز قیامت در اون دنیا چند تا چیز میپرسه. ولنسألنهم یومئذن عن النعیم، از اون نعمتهای خدا از انسان سوال میشه، خدا از ما میپرسه، مورد بازخواست قرار میگیریم. بعد میفرماید خدا در اون دنیا این رو میفرماید، حدیث است از خداوند تبارک و تعالی، میفهمد لا تزول قدم عبد یوم القیامه، روز قیامت قدم از قدم، گام از گام بر نمی دارد. حتی یسأل عن اربع، از چهار چیز بپرسند از او. عن عمره فیما افنا، عمرش را، سرمایه زندگیش رو کجا هزینه کرده، کجا به پایان برده. حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این مهلت که دادم من تو را، عمر خود را در چه پایان برده ای، گوهر دیده کجا فرسوده ای، پنج حس را در کجا پالوده ای، کجا هزینه کرده. ان عمری فیما افنا، و شباب ای های جوان، بزرگترین سرمایه من و شما، اینایی که از سن 40 سالگی گذشتند و 50 سالگی گذشتند، دیگه اون قدر و ارزش اون جوانی رو میدونن، میفهمن چقدر ارزش داشته. و ان شبا، از عمر میپرسه، باز دوباره همون هم شامله، خب عمر که پرسید دیگه از
جوانیش نباید بپرسه. باز خدا میپرسه عمرتو کجا هزینه کردی؟ جوانیتو کجا حرام کردی؟ و عن شبابه فی مبلاه و عن ماله من عین اکتسبه، مالشو کجا از چه راهی به دست آورده و کجا هزینه کرده، و فی ما انفقه و عن حبنا اهل البیت، و از محبت ما نیز سوال میشه و پرسیده میشود. سبعتون فی ظل عرش الله فی یوم لا ظل له یوم لا ظل الا ظله، در سایه در روز قیامت هفت گروه هم که در سایه عرش خدا، اون روزی که هیچ سایبانی وجود نداره. یک که خیلی مهمه، من و شما انشاءالله تو اون سایبان، زیر اون سایبان قرار خواهیم گرفت، میفرماید و ارزم بود و شاب و نشأ فی عبادت الله عز و جل، اون جوانی که بدونه کجا هزینه میکنه. آی جوان هزینه بدان چقدر ارزش داره، چقدر ارزش داره جوانی شما، چقدر با ارزش، چقدر قیمت داره، چقدر بها داره. چهل سال همتون تحصیل کرده هستید، از چهل سال به بالا این سلول های مغزی انسان شروع میکنه به فروکش کردن، کم شدن، کاسته شده. آمارهای علمی رو نمیخوام. ببینید عزیزانی که در کربلا با آقا سید الشهدا بودن چگونه از این فرصت عمری خودشون استفاده کردن، از این زندگی چند روزه دنیایی خودشون استفاده کردن. بهترین استفاده، استفاده بهینه از اون عمر خودشون کردن. واقعا جوانه میدونه انا لله و انا الیه راجعون رو امام حسین تو راه خواندند، استراحت کرده بودن، از خواب بیدار شدن، از اون استراحت خودشون که بیدار شدن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. آقا علی اکبر رو میکند به پدر گرامش، بابا جان، پدر جان، اراک استرجعت، دیدم که استرجاع کردی، گفتی انا لله و انا الیه راجعون. حضرت فرمودن بله، من عده ای رو میبینم که در حال حرکت هستن، منظور خودشون هستن، کاروان سید الشهداست و مرد در پی آنهاست. و المنایا تسیر و خلفهم، رو کرد به پدرش، پدر جان ترس و واهمه ای نداریم، اوقعنا علی الموت ام وقع الموت علینا، مرگ سراغ ما بیاید یا ما سراغ مرگ برویم، هیچ واهمه ای بیمی نداریم. بزرگشون این گونه بوده، کودکشون هم همین گونه بوده. امشب شب علی اصغر، علی اصغر واقعا یزید یه جمله ای داره، اعتراف از زبان دشمن بشنو. در مجلس یزید در شهر دمشق در شام، وقتی که آقا امام سجاد رو کردن به اون مؤذنگو و اون سخنران، آمد رفت روی منبر و بدی خاندانو گفت و توهین کرد، اهانت کرد، تحقیر کرد، ناسزا گفت به خاندان نبوت، آقا امام سجاد برخواستن رو کردن به یزید، آی یزید به من اجازه ده بروم روی منبر و سخن بگویم، آن سخنی که مفید مردم باشه، مردم استفاده کنن، استفاده کنند و در آن رضایت و خوشنودی خدا هم باشه. بعضی وقتا این سخنهایی میگیم که رضایت خدا درش نیست، خدا راضی نیست. میفهمن لله فی رضان و لها اولا الجلسا اجرون و ثواب، برای مردم هم مفید باشه. رو کردن آی یزید اجازه بده، یزید گفت نه، ایشون بالا نمی رود و پایین و پایین نمی آید از اون منبرها و این چوبها مگر اینکه مرا رسوا کند و خاندان مرا رسوا کند و یزیدیان را بی آبرو کنه. گفتن آقا ما یحسن هذا الفتا، این یه جوان نوجوان چیکار میتونه بکنه؟ یزید یه جمله گفت، گفت آی مردم بدانید انه من اهل بیت، ایشان از خاندانی است که قد زق العلم زقا، آقا علم و دانش در این خاندان زیاد است، خدا به آنها علم و دانش داده است، آن علم آنها لدن نیست، قد زق العلم زقا کبیرهم لا یقاس، بزرگ آنها قابل قیاس نیست، کسی با آنها کمپیر نمیشه، و صغیرهم جمرتون لا تداس، کودک آنها، کوچک آنها هم یک گداخته از گلوله آتشینه که واقعا میخه در چشم خار در چشم ما خواهد بود. حالا علی اصغر و آقا امام حسین، طفل شش ماهه امام حسین،
خب جایی اومدید امشب، همه تون حاجت دارید، نیازمندید، حاجت های دنیوی دارید، اخروی دارید. توی دست خدا با شست قدرت بکش تیر از گلوی شیرخواران. علی اصغر کسی که روز قیامت وقتی که همه خلایق از اولین آخرین جمعن برای بازپرسی و بازجویی آنها آماده شدن، مردم همه آمادن منتظرن، ناگهان حضرت زهرا وارد محشر می شود، همراه حضرت زهرا فاطمه زهرا مادرشان خدیجه هم پشت سر ایشون حاضره، میاد با اون هیئت با اون وضعیت حضرت زهرا وارد میشن. بعد میفهمد حضرت زهرا همراه خودشون یک سری وسایل و ابزارهای شفاعت میارن. از ابزارهای شفاعتی که میارن روز قیامت که خدا رو میکند به حضرت زهرا و میگوید یا فاطمه اشفعی تو شفعی، هر اندازه ای که میخوای شفاعت کن خدا شفاعتتو میپذیره. چه ابزارهایی رو میاره؟ چند تا ابزار میاره؟ یک، میگن دو تا طفل شش ماهه میاره، شش ماهه خودشان محسن و شش ماهه آقا سید الشهدا علی اصغر. و یه ابزار دیگه هم میاره، دو دست بریده قمر بنی هاشم. علی اصغر کسی است، امام حسین آقا کنار هر شهیدی که میرفتن یه وضعیتی داشتن، یه حالتی داشتن. کنار علی اکبر که رسیدن، وقتی که بدن بیجان پسر را دیدن و خواستن ببرن، به سوی خیمه ها جوانان رو صدا کردند، آمدن بنی هاشم آمدن، حضرت با صدای بلند فریاد میزد وا ولدا، فرزندم، دلبندم، عزیزم. کنار حضرت عباس که رسید، سر برادر را به دامن گرفت، در دامن امام حسین ابوالفضل جان داد، امام حسین فرمودن الان این که سر ظهری، الان کمر من شکست. در این وضعیت ها، در این شهادت ها، از آسمان ندایی نیامد. قاسم را که از دست داد، از آسمان سخنی ندایی نیامد. اما وقتی که طفل شش ماه علی اصغر به شهادت رسید، از آسمان خطاب آمد از عالم ملکوت، یا حسین دعو، حسین جان رهایش کن، دعو فإن له مرضعا فی الجنه، همانا برای او یک مادری است که به او شیر دهد، شیر دهی هست در اون دنیا. ببینید علی اصغر چه مقامی داره. وقتی که علی اصغر به شهادت رسید، امام حسین چند تا کار کردن. یکی از کارا، عزیزان ای اهل دل، همتون با معرفت هستید، تحصیل کرده هستید، خانما آقایون، طفل زیر شش سال، کسی که زیر شش سال انشاءالله داغ عزیز نبینی، اما کودک زیر شش سالی که جان دهد و از دنیا برود نماز نداره، مستحب به نماز خوندن، نمازم نخوندی واجب نیست، مشکلی نداره. اما امام حسین ظهر عاشورا در اون وضعیت بحرانی، از همه طرف محاصره شده، بر هیچ عزیزی نماز نخوند امام حسین، بر برادرش ابوالفضل نماز نخوند، بر علی اکبر نماز نخوند، من ندیدم، اما بر علی اصغر نماز خوند آقا سید الشهدا. آقا امام زمان رو می کند به مرحوم فشارکی، اگر می خواهید تو مجلسی ما شرکت کنیم، نام عمویم علی اصغر را به زبان آورید، روزه علی اصغر را بخونید. امشب خوب جایی رفتی، دستان کوچکی داره اما گره های بزرگ این دنیا و اون دنیا رو می گشاید و باز می کند. آقا امام زمان می فرماید السلام علی عبدالله عبدالله ابن الحسین الطفل الرضیع المرمی السریع المتشهد دما المصعد دمه فی السما
المذبوح بالسهم في هجر أبيه، لعن الله راميه حرملة ابن كاهر الأسدي وذبيه. نام شهید رو به زبان میاره، قاتلش هم لعنت میکنه. آقا امام زمان علی اصغر پسر رباب برادر تنیه حضرت سکینه است. روز عاشورا آقای امام حسین آمدن با همه یار، با همه زن و بچه، پس از این که همه به شهادت رسیدن، خدا حافظی کردن، وداع کردن، آمدن به سوی میدان. ناگهان صدای شیون بانوان را شنیدند، برگشتن به سوی خیمه و چادر زنان. خواهرم زینب، مگر نگفتم صدایی تا وقتی که زنده هستم در قید حیاتم مرا نگران نکنید. صدای شما بالا نرود، بلند نشود، نمیخوام صدای شما را بشنوم، مایه نگرانی منه تا زمانی که زنده هستم. زینب کبرا عرض میکنه برادر جان، طفل شش ماهی شما از هوش رفت، شما فرمودید هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عنی. طفل شش ماهی شما از هوش رفت، ناله ای کرد و از هوش رفت. آقای امام حسین فرمودن این طفل رو بیارید، عبدالله رو بیارید. آوردن عبدالله رو نزد آقا سید الشهدا. آقا این خیلی مقام داره نزد اهل بیت. منحال میگه وارد مدینه شدم نزد امام سجاد. آی منحال از کجا آمدی؟ گفت از شهر کوفه. گفت آی منحال شنیدم مختار قیام کرده. گفتم بله آقا مختار قیام کرده در انتقام قاتلین شما، قاتلین اهل بیت و سید الشهدا، در انتقام میگیره، به خونخواهی آنها برخواسته. حضرت نفرمودند با سنان چه کردند؟ با شمر چه کردند؟ با طفیل چه کردند؟ پرسید با هرمله چه کردند؟ بیداز هرمله خیلی دل اهل بیت رو سوزونده، جگر اونا رو سوراخ پاره پاره کرد. رو کرد گفت آقا، عرض کرد آقا وقتی که از مدی از کوفه آمدم بیرون هنوز زنده بود. حضرت دست بردن به آسمان، فرمودن اللهم اذق حر النار، اللهم اذق حر الحديد، خدایا داغی آتش و داغی آهن را به او بچشان. میگه برگشتم مد کوفه، مختار مرا دید. آی منحال نیامدی به ما تبریک بگویی؟ لم تأتنا فی دولتنا. گفت مدینه بودم، در اون گیر و دار بود، داشتیم صحبت میکردیم، ناگهان عده ای آمدن گفتن البشاره البشاره، مژده مژده، چه خبره؟ دشمن خدا رو محاصره کرده بودن، هرمله هرمله رو دستگیر کردن، اسیر آوردن نزد مختار. آی هرمله، آی بیرحم، دلت نسوخ به حال سید الشهدا؟ گفت چرا؟ یک جا دلم سوخت، تیر را در چله کمان کردم دلم نسوخت، رها کردم تیر را دلم نسوخت، گلوی سفیدی گلوی علی اصغر را دیدم دلم نسوخت، تیر را که رها کردم به سوی علی اصغر، ذبحه من الورید الى الورید، دلم نسوخت، جان داد علی اصغر دلم نسوخت. آی نامرد، آی بیرحم، کی دلت سوخت؟ گفت آن زمانی دلم سوخت که حسین به سوی خیمه برگشت و طفل شش ماهه را داد به زینب کبرا. گفت خواهرم زینب، بیا طفل را بگیر، خودی حاضر رضیع مذبوحا، بگیر این بچه ذبح شده را، کشته شده را. و امام حسین آنجا تیر سه شعبه را از گلوی علی اصغر بیرون آوردن. اونجا دلم سوخت. سپس رو کرد گفت تیکه تیکش کنید، شمشیر آورید. او را تیکه تیکه قطعه قطعه کردن و در آتش سوزاندن. دعای امام سجاد مستجاب شد. امام حسین این طفل شش ماهه را به سوی میدان میبرد، سوار بر شتر پیغمبر میشود،
پیراهن و عمامه سفید پیغمبر به سر می کند، شمشیر و کلاه خود و زره را کنار می گذارد. یعنی ای مردم، ای دشمنان، من با شما جنگ ندارم، نشان صلح آوردم، پیراهن سفید و عمامه سفید پیغمبر به سر کرده ام. ای مردم، ان لم ترحمونی فرحمو هذا الرضیع، اگر به من رحم نمی کنید به این طفل شش ماه رحم کنید. اما ترونهو کیف یتلظا عطشا، مگر نمی بینید ایشون داره تلظی می کنه؟ ای اهل دل، ای تحصیل کرده ها، تلظی اون وضعیتیه، اون حالتیه وقتی که ماهی رو از دریا، از آب بیرون می آورند و شکار می کنند. مرحله اول تقلب می کنه، یعنی دگرگون می شه، از این رو به اون رو می شه. مرحله دوم محاوله است، سعی میکنه، تلاش میکنه خودش را به آب برساند. مرحله سوم تلزی است. تلزی یعنی چه؟ یعنی اون لحظه ای که اون ماهی زبان کوچکش را از کنار اون کامش آورده بیرون، اون لحظات آخر عمر خودشه، اونو بهش میگن تلزی. زبان کوچک گوشه دهن بیفته. امام حسین فرمودن ای مردم، مگر نمیبینید زبان کوچک علی اصغر رو چگونه این زبان به گوشه دهن افتاده، گوشه دهن افتاده؟ رحم نمی کنید، سنگ دل هستید. که عمر صد فریاد زد، یا حرمله اقطع نزاع القوم، نزاع و این دگرگونی رو قطع کن. چون عده‌ای میگفتن به او برسانید، عده‌ای میگفتن به او آب نرسانید. لا ترحمو هذا البيت، به این خاندان رحم نکنید. او را نشانه گرفت، طفل شش ماهی امام حسین دست به در جان داد. خلیق میگوید، خبرنگار دشمن میگوید، دیدیم این طفل شش ماهی دست از گنداب بیرون آورد، لبخندی به پدر زد و در و پدر را به آغوش گرفت. چون رهان داشت ایر زهرالود رو، کرد ساکت نغمه داوود رو. طفل در دست پدر چون نوگلی، دست و پر میزد به سانه بسملی. چون فتاد از دست، چون فتاد از ناله، خندید و رفت بر رخ ماه پدر، خندید و رفت. یعنی ای جان پدر شادان شدم، در کفت قربانی جانان شدم. فمضرعت و امه و احولت، تدعو به صوت صدع الجلمدا، تقول عبده ما منفط من هاده به سهم ردا. یه جمله و التماس دعا، عزیز دلم من رو به فیض برسونه، همه رو به فیض برسونه انشاءالله. عصر روز عاشورا، عصر روز یازدهم از محرم، وقتی که همه این خاندان را سوار بر شترها کردن، دشمنان آمدن، هر کی به عنوان غنیمت با خودش میخواد چیزی ببره که جایزه از عبیدالله ابن زیاد بگیره. هر کسی عزیزی رو، سر عزیزی رو بریده، روی نیزه کرده. بیلداران، قبیله بیلداران آمدن، آمدن نزد عمر سعد. آی عمر سعد، ما دیر آمدیم، سهمیه ای نداریم، غنیمتی نداریم، سر عزیزی را نبریده ایم. فردی استاده بود، رو کرد به آنها، گفت بله، بعد از زاراش را دیدم، طفل شش ماه امام حسین را آوردن. امام حسین طفل در دست امام حسین به شهادت رسید. سپس حضرت این طفل شش ماه را پشت خیمه ها به خاک سپرد. این قبیله بیرداران آمدن پشت خیمه ها، با نیزه به زمین، با نیزه و شجری به زمین می زدن. ناگهان فریاد زدن، لقد ظفرنا به، او را دست، او را یافتیم. سر بریده بر روی آی رحم الله من نادا با حسینا حسین یا حسین.